امروز میخوام یه آهنگ رو بهتون بگم که در اصل روی ساکسیفون اجرا میشه و آهنگ جاز هست، ولی از اون نوتهای کروماتیک که داخل جلسه پیش بهتون یه مقدار در موردش توضیح دادم خیلی استفاده میکنه و ملودی خیلی قشنگی داره. شاید واسه تون اتفاق افتاده باشه، همون ابتدا که گیتار رو یاد میگیرید کلی نوت میزنین، کلی تمرین میکنین، ولی یکی که بهتون میگه یه آهنگ واسه هم بزن، نمیدونین که چی رو باید واسهش بزنید. مطمئن باشید این آهنگ رو، چهار نوت اول این آهنگ رو واسه هر کی بزنید دقیقا میدونید که چه آهنگی است و خیلی ملودی قشنگی داره. نوتیشن و تبلچرش رو واسه تون داخل ویدیو میذارم، اون قسمت بالا نوتیشن هست، پایین تبلچر. نحوه خوندن تبلچر هم به این صورتی که اون شماره ها شماره فرت رو مشخص میکنن، یعنی اگر نوشته چهار میشه فرت چهار، یک دو سه چهار. حالا روی چه سیم اجرا بشن؟ اگر که روی خط اول از پایین باشه میشه سیم 6، روی خط دوم از پایین سیم 5، روی خط سوم از پایین سیم 4 و به همین ترتیب تا آخر. الان 4 4 6 زیر هم نوشته شده، پس باید با هم اجرا بشه. کار کرد بعدی 5 5 7 و بین این دو پاور کورد سه تا خط مورب میبینید که به معنی اسلاید، یعنی پاور کورد اول میزنید اسلاید میکنید به پاور کورد دوم، پاور کورد دوم دیگه نمیخواد پیک بزنید، فشارتون رو نگه میدارید روی سیم ها، اسلاید میکنید به پاور کورد دوم. حالا چرا به اینا میگم پاور کورد؟ چون که از نوت ریشه تشکیل شده و درجه 50. نوت اولمون در واقع این ملودی اینجوریه. حالا میخوایم پاور کوردش رو تشکیل بدیم، روی سیم پایینی دو فرتون برتر و انگشت سه که نوت بعدی رو بگیریم میشه پاور کورد سی شارپ 5. چرا بهش میگن 5؟ چون که این نوت نوت درجه 50 سی شارپ، گام سی شارپ میجر. 1 2 3 4 5. و این نوت رو هم اضافه میکنیم دوباره، چون که این نوت همین نوت هست، اکتاوش هست، نوت درجه پنجم رو دوباره اضافه میکنیم که با رکوردمون معکوس میشه و صدای پرتری برمون میده. پس چهار تا پاور کورد اولی اینجوری، ضرب سوم از 6 6 8 اسلاید میکنیم به 7 7 9 و بعد فرت 7 روی سیم 6 فرت 7 روی سیم 5. یه بار که اینو زدین بعد از 6 به 5 اسلاید میکنید، از 6 به 5، از 5 به 4، از 4 به 3، از 6، از 6 به 5، از 4 به 3. اگر میخواین ساده تر بشه میتونین اینجوری بزنیش. بعد که دوبار اینو زدین میان روی سیمای زیر ملودی اصلی شروع میشه که فرت 4 به 5 همران میکنه، اون کمانی که بین 4 و 5 هست، یعنی همران خط اتصال بشه، یعنی فرت 4 رو میزنید با انگشت 3 سیم 2 همران میکنید به فرت 5، فرت 5 رو دیگه پیک نمیزنید، اول از 4 به 5 بعد از 2 به 3، 2 به 3 روی سیم 1. بار دوم سریعتر 4 تا نوت رو میزنید، یعنی
بعد میان روی فرت 8 سیم 1، فرت 8 سیم 1، فرت 7 سیم، بعد روی سیم 2 فرت 5، فرت 8، بعد فرت 7 سیم 1، فرت 6 سیم 1. اگر تبلیچش رو دنبال کنید حتی بدون توضیحات من هم میتونید راحت بزنید این آهنگ، فقط مدت زمان ها رو هم دقیقا همینجور که میزنم بزنید. بعد از فرت 6 سیم 1، فرت 5 سیم 1، فرت 3 سیم 1، 5 سیم 2، 3 سیم 2، 5 سیم 2. این قسمت اولش. قسمت دوم دوباره مثل قسمت اول شروع میشه. به جای اینکه فرت 7 و 6 رو بزنید به اون دو نوت آخرش رو، فرت 12 و 11 رو بزنید. این قسمت دومش. قسمت سومش دقیقا مثل قسمت اوله، یعنی قسمت آخرش میشه. آکورد ای ماینر رو بزنیم، بعد میام فرت 12، 12 10 روی سیم 1، 12 10 روی سیم 2، 12 9 روی سیم 3، و بعد 4 بار از فرت 11 به 10 پول آف میکنید. پول آف هم مثل همران نشون میدن، با کمان نشون میدن، ولی از فرت بیشتر به کمتر است. یعنی 11 رو میزنید و فرت 10 رو دیگه پیک نمیزنید، انگشتتون رو به طرف پایین میکشید پایین. بعد فرت 12 9 روی سیم 3، بعد فرت 12 روی سیم 4، و بعد دوبار فرت 9. اینو سه بار میزنیم. آکوردی که زیر این ملودی از همون اول میزنن ای ماینر هست. قسمت که فرت 12 و 11 رو میزنید اف میجر رو میزنید، این آکورد مربوط به این قسمت اینجا ای ماینر، اینجا میشه سی 9 که سی 9 رو اینجوری میگیرید. انگشت 2، انگشت 1 فرت 2 سیم 4، اف میجر هم که به صورت بارکور، و آخرش رو بعد از اینکه این قسمت رو زدیم میتونید با این آکورد تموم کنید. انگشت 2 فرت 7، انگشت سیم 5، انگشت 1 فرت 6 سیم 4، انگشت 3 فرت 7 سیم 3، انگشت 4 فرت 8 سیم 2.